بدون هر گونه مقدمه برم به سراغ اصل موضوع با توجه به ضیق وقت و اینکه فرصت شاید نشه من همه موضوعاتی رو که در نظر دارم مطرح کنم. عنوان صحبت من خشونت اسلامی مسئله است در هم پیچیده است. مقصودم از در هم پیچیده بودن این است که ما با یک مسئله یا موضوع روبرو هستیم که نیاز داریم این در هم پیچیدگیش رو باز کنیم. و تلاشی که من در این صحبت خواهم کرد اینه که سعی کنم این موضوع رو یا این مسئله رو اوراقش کنم، قطعاتش رو از هم باز کنم، بریزیم جلوی خودمون، مشخصات هر قطعه رو مشخص کنیم و معلوم کنیم که هر قطعه چه کاری میکنه در ارتباط با موضوعی به نام خشونت اسلام. و در نهایت ببینیم اگر دوباره اینا رو سوار کنیم روی هم دیگه، این قطعات چقدرش با خشونت اسلامی مربوطه، چقدرش رو کارخونه اضافه گذاشته و زیادیه و ما باید دور بندازیم، و در نهایت دوباره چگونه میتونیم این خشونت اسلامی رو هم دیگه سوار کنیم و تبدیلش کنیم به مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم. و فکر می‌کنم از همینجا هم هست که راه حل‌های محتمل، شیوه‌های نگاه کردن دیگری به مسئله هم ممکنه مطرح بشه و از توش بیرون بیاد. اجازه بدید که من قبل از هر چیز بپردازم به اینکه مقصود خودم را از مفهوم خشونت اسلامی روشن کنم. وقتی از خشونت اسلامی صحبت می‌کنیم مثل همین است که از فلسفه اسلامی صحبت کنیم، از معماری اسلامی صحبت کنیم، از هنر اسلامی صحبت کنیم، از کلام اسلامی صحبت کنیم. همونقدر که محسنات معماری اسلامی به اسلام مربوط میشه یا اونچه که به نام فلسفه اسلامی مشهور شده به اسلام مربوطه، خشونت اسلامی هم به همون اندازه به اسلام مربوط میشه. و برای اینکه معلوم بشه که این خشونت اسلامی چی هست، بعد نیست روشن بکنم مقصود از خشونت چیه و اسلامی بودن اینجا چه بچی. مقصودم از خشونت مفهوم خیلی محدودی است. مقصود وارد کردن آسیب جسمی عمدی است به دیگری یا به دیگران. مقصود هر گونه اجبار یا تحمیل نیست، به شیوه که خانم جانبخش گفتن در مفهوم خیلی وسیع‌تری است از موضوع خشونت. من بسیار مشخص و محدود در مورد آسیب‌های جسمی عمدی حرف می‌زنم. علاوه وقتی از اسلامی بودن این نوع خشونت حرف می‌زنیم، یعنی خشونتی که به نام اسلام انجام می‌گیره یا زیر تأثیر اسلام انجام می‌گیره، یعنی به نام خدا، به نام اینکه خدا خواسته یا اسلام خواسته که چنین خشونتی انجام بشه یا می‌خواد که چنین خشونتی انجام بشه، یا اینکه زیر تأثیر، یعنی من تصور می‌کنم که اسلام چنین چیزی رو خواسته، اینطوری تربیت شدم و تصور می‌کنم که اسلام خواهان چنین خشونتی است. پس به این ترتیب مفهوم خشونت اسلامی تا حدی روشن میشه که من درباره چی صحبت می‌کنم. برای که مشخص‌تر و معلوم‌تر در مورد شرح بزنم، من به نمونه‌های اشاره می‌کنم بدون اینکه بخوام ادعا بکنم اینها تنها نمونه‌های خشونت اسلامی هستند. شما با این نمونه‌ها بسیار آشنا هستید، در زندگی ما و جامعه‌های مسلمان رایج بوده و بعضاً هست. مثلا سنگسار رو در نظر بگیرید. خب یک نوع مجازات نفرت‌بار و کاملا خشن هست و به نام اسلام صورت می‌گیره، به نام احکام اسلامی صورت می‌گیره و یا زیر تأثیر این فکر که اسلام یا خداوند چنین چیزی رو خواسته صورت می‌گیره. من وارد اون مدعیات نمی‌شم، یعنی فکر می‌کنم بی‌ربط به این هست که بخوام بگم که فعلاً در این مقام آیا اسلام اونها رو خواسته، خدا اونها رو خواسته یا نخواسته. ما فعلا بر حسب پیدارشناسانه بودن موضوع داریم نگاه میکنیم که دیگران چگونه وارد موضوع خشونت اسلامی میشن و خشونت میورزن به نام اسلام خدا یا زیر تأثیر تعلیمات اسلامی و الهی. سنگسار کردن یک نمونه خیلی واضحش بود. ما نمونه های دیگری هم داریم، مثلا پرد کردن فرد از بالای بلندی به خاطر چیزی که عنوان لواط پیدا کرده، یا مثلا قطع عضو یا قصاص عضو یا قصاص جان یا قطع یا تجاوز به همسر در روابط زناشویی. اینها همه نمونه های خشونت اسلامی هستند، به این معنی که آسیب عمدی به جسم دیگری وارد میکنند، یک. و دوم به نام اسلام یا زیر تأثیر آموزه های اسلامی صورت میگیرند در پهنه فرهنگ اسلامی. اگر اینطوری به مسئله نگاه بکنیم میبینید که مسئله خشونت اسلامی خیلی از موضوعاتی که امروزه گمان میشه هست نیست. یعنی مسئله من
در اینجا به طور خاص این نیست که اسلام مثلا ذاتاً دینیست خشن یا نه. آیا اسلام خشن‌تر است یا سایر ادیان؟ آیا اسلام یا ادیان خشونت‌بارترند یا نظم‌های سکولار؟ اینها مسئله خشونت اسلامی به نظر من نیست. برای بحث نظری درباره خشونت اسلامی، برای داشتن دیدی وسیع‌تر در مورد خشونت اسلامی، شاید لازم باشه که ما این چیزها رو بدونیم، درک وسیع‌تر و روشن‌تری از موضوع داشته باشیم. ولی اینها جواب مسئله ما نیست. مسئله ما این استش که چرا خشونت اسلامی اتفاق میفته. اینکه جای دیگری بیشتر اتفاق افتاده، ادیان دیگر خشونت بارتر هستند یا بودند، مسئله من رو حل نمی‌کنه. و این شیوه مدافعه رو شما در جاهای دیگه هم دیدید. مثلا فرض بکنید یه عده‌ای از مردم ایران بی‌ادبانه نسبت به یک موضوع واکنش نشون دادن. شما خاطرتون هست مثلا وقتی لیونل مسی به ایران گل زده بود، مردم به صفحه فیسبوکش مراجعه کردم و هرچی از دهنشون در میومد گفتن به مسی. خب عده از این در وارد شدن که اینها ایرانی نیستن یا مگه بقیه مردم دنیا بی‌ادب نیستن که ما نباشیم. خب ممکنه هر دو اینها باشه به یک معنی، ولی مسئله رو حل نمی‌کنه. مسئله این است که یه بی‌ادبی اتفاق افتاده و ما باید باش روبرو بشیم و درکش کنیم و بفهمیم که چرا اتفاق افتاده، چگونه میشه حلش کرد. اینکه دیگران از ما بی‌ادب‌تر هستن یا کمتر بی‌ادب هستن مسئله من رو حل نمی‌کنه. مسئله این است که من با یک نوع بی‌ادبی روبرو هستم و باید برای حل اون فکر می‌کنم. اینجا هم همین اتفاق هست. اینکه ادیان دیگر ممکنه از من، از دین که من بهش معتقد هستم خشن‌تر باشن یا حتی بی‌دینان ممکن رفتار خشونت‌بارتری کرده باشن، مسئله منی رو که در یک جامعه مسلمان یا در بیرون جامعه‌های اسلامی با خشونت اسلامی روبرو هستم حل نمی‌کنه. خشونت اسلامی وجود داره و چون وجود داره من باید براش فکر کنم. بنابراین اگر اونطوری بخوایم نگاه بکنیم، بعضی از مسئله ها به نظر من مسئله های نامربوط هستن و برای اینکه این مسئله نامربوط روشن‌تر بشه و از مسئله مربوط جدا بشه، من مایل هستم که این نوع از خشونت ها رو، یعنی خشونتی رو که به نام خشونت اسلامی هست، همونطور که گفتم مشخص کنم، اینها رو تعیین کنم، اوراقشون کنم، باز کنم، خصوصیاتش رو معین کنم اونقدر خودم میفهمم و بعد ببینیم که چه چیزهایی یا چه میدان عملی برای مواجهه با این مشکل میشه. برای این منظور من خشونت رو به دو قسمت میکنم، یعنی دو نوع خشونت رو ازش یاد خواهم کرد. خشونت نوع اول و خشونت نوع دوم. خشونت نوع اول خشونتی است که مسلمانان بر مبنای درک سنتی از اسلام داشتند، مثل همین اجرای احکام اسلامی که الان ازش صحبت کردیم، سنگسار کردن یه عده، مثلا مردم پاکستان در جاهای پیش آمده که یا در کردستان عراق که زنی رو سنگسار کردن به دلیل زنای محسنی، یا همین قتل اسفناک فرخونده رو در نظر بگیرید در احکام اسلام. اینها نمونه هایی از این نوع از خشونت نوع اول هست که بر مبنای درک سنتی از اسلام و توسط مردم صورت میگیره. یا اصولا تجاوزی که ممکنه هر مرد مسلمانی در زندگی زناشوییش به همسرش روا بداره. اینها چیزهایی است که بالمره اتفاق ممکنه بیفته و به نحو سنتی هم اتفاق میفته بر مبنای درکی از آموزه های اسلامی که تاکنون وجود داشته و در فرهنگ اسلامی شایع است. اما خشونت نوع دوم خشونتی است که بر مبنای درک مدرن از اسلام صورت میگیره. اینجا من خیلی نزدیک میشم به این نوع دیدی که خانم دکتر جهانبخش در مطلبشون ارائه دادن. و برای اینکه این دو نوع خشونت رو تفکیک کنیم از هم بیشتر، من این خشونت دوم رو با مشخصاتی از خشونت نوع اول جدا خواهم کرد. مثلا فرض بکنید در این نوع خشونت دوم کاری که در اجرای احکام اسلامی به عنوان قانون انجام میشه به کلی متفاوت است با اون کاری که همونطور گفتم مردم پاکستان یا افغانستان یا در کردستان عراق نسبت به اون افراد کردن. اونها مردمانی بودن که در جامعه مدنی داشتن به یک تبعیض این کار رو میکردن، در حالی که در عربستان یا در ایران به عنوان قانون این کار انجام میشه و شأن قانون چیز دیگری است جدای از اونچه که احکام نامیده میشه. یا فرض بکنید عملیات ترور یا عملیات انتحاری که انجام میشه برای ضربه زدن به کسانی که از نظر اون عده اسلام رو مورد هجوم قرار دادن،
مجازاتی که خارج از چارچوب دولتی صورت میگیره. مثلا فرض بکنید کسی ابراز عقیده اسلامی کرده و فتوای قتلش صادر میشه، مثل موضوع سلمان رشدی، یا حتی اقدام برای قتلش صورت میگیره، همونطور که برای آقای دکتر سروش پیش اومد در ایران که عده‌ای واقعا به قصد جان ایشون حمله کرده بودن در اون روز. یا اینکه عقیده غیر اسلامی ابراز میشه و یا رفتار غیر اسلامی انجام میشه، مثلا قتلای زنجیری کرمان رو در نظر داشته باشید که زیر تأثیر اسلام خشونت اتفاق افتاد به گمان رفتار غیر اسلامی که ادعی میکردن، یا ادعاهایی که مثلا در ایران سعید حنایی میکرد در مورد قتلهای زنجیری که در مشهد مرتکب شد، یا گاهی اوقات قتل در برابر طنز و تمسخر و توهین، مثل همین اتفاقی که برای شارلی ابدو اتفاق افتاد یا برای کاریکاتوریست‌های دانمارکی یا کسانی که در هلند فیلم ساختن و همسان. اینها نمونه‌هایی از این نوع خشونت دوم است. اما ببینیم که چه مشخصاتی ممکنه اینها را از هم متمایز بکنه و این تمایز چه دیدی به ما میده برای اینکه با چه نوع خشونتی روبرو هست. من این تمایز رو به این دلیل ضروری میدونم که یه ذره باز کنیم از هم که خشونت اسلامی فقط یک چیز نیست. ممکنه مثلا به عنوان مثال خیلی از ماها که در فرهنگ اسلامی به بار آمدیم و رشد کردیم، تا وقتی از جامعه های خودمون بیرون نیامده باشیم، چیزی به عنوان تجاوز در دوران زناشویی رو چیز مهمی نداریم، یعنی اصلا مسئله برامون نباشه. فکر نکنیم که این هم یک مسئله است، یک چیزیه، یک عنوانی داره، چون یه اتفاقی ممکنه بیفته، برامون بی‌معنی ممکنه باشه. وقتی از این فرهنگ بیرون میایم تازه ممکنه متوجه بشیم که چنین اتفاقی هم میفته و این اتفاقا خشونت و خشونت اسلامی است، یعنی زیر تاثیر اسلام یا به نام اسلام صورت میگیره و متضمن یا مستلزم آسیب جانی یا بدنی به دیگر است. اما بذارید این تفکیک رو پیش ببریم تا این تصویر قدری روشن‌تر بشه. همونطور که گفتم خشونت نوع اول بر مبنای یک نوع درک سنتی از اسلام و خشونت نوع دوم درک مدرن از اسلام. در نوع اول خشونت اسلام به مثابه یک دین قلمداد میشه و پاره است از فرهنگ که ما میآموزیم، یاد میگیریم، در دوران اجتماعی شدن با او بزرگ میشیم، ارزش‌ها و گرایش‌هاش رو میپذیریم و درونی میکنیم. اما در خشونت نوع دوم منشأ خشونت این است که اسلام به مثابه یک ایدئولوژی در نظر گرفته میشه و به عنوان یک دستور کار یا مانیفست عمل سیاسی اجتماعی برای ایجاد چیزی، نه برای اینکه من به نحو منفعلانه در برابر چیزی به نام اسلام به عنوان پاره‌ای از فرهنگ خودم قرار میگیرم و اساسا ممکن تفتون و آگاهی بهش نداشته باشم و به مرور اون رو بیاموزم و بدون اینکه متوجه باشم اونها رو اجرا بکنم و بشه پاره‌ای از زندگی و حیات فکری و فرهنگی و رفتاری من. در این نوع دوم ما به شیوه فعالانه اسلام رو به عنوان یک دستور کار سیاسی و به مثابه یک ایدئولوژی در قبال ایدئولوژی رقیب به کار میگیریم برای اینکه با اونها مبارزه کنیم، با اونها به عنوان رقیب و با دیگران به عنوان دشمن. انگیزه که معمولا عاملان خشونت نوع اول دارند بدون اینکه اونها گمان کنند که دارن خشونتی مرتکب میشن این هست که میخوان احکام خدا رو اجرا کنن، دین خدا رو ترویج کنن، اون رو تحکیم میکنن، با اجرای اون احکام و به اصطلاح فرامین خداوند یا فرامین الهی یا دستورات اسلامی یا ضابطه‌های اسلامی. در حالی که گروه دوم چون مبنای کارشون در واقع ایدئولوژی هست، عملا در بسط و تحکیم قدرت سیاسی دارن عمل میکنن. به خوبی مثلا این رو در مورد نظام اسلامی ایران میشه دید. در جاهای متعددی شما میبینید که احکام اسلامی به راحتی میتونه زیر پا گذاشته بشه برای اینکه اونجا یا قدرت سیاسی رو تضعیف نمیکنه یا اجراش ممکنه قدرت سیاسی رو اتفاقا به خطر بیاندازه. مثلا در مقابلات بین المللی شما ببینید که ایران در مثلا فرض کنید در قضیه رابطه چچن‌ها و روس‌ها دائما از روس‌ها حمایت کرده تا چچن، یا در قضیه مثلا قره‌باغ و درگیری ارمنستان و آذربایجان طرف ارمنستان رو داشت، در حالی که مقتضیات اسلامی علی‌قاعده باید حکم می‌کرد که به سمت دیگر بیرود. اما ملاحظات قدرت سیاسی در اینجا اجازه نمیده. در داخل هم همینطوره. شما نگاه بکنید مثلا
بسیاری از سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی را اگر بخواید مرتب کنید، بسیاری از ارزش‌هایی که در این سلسله مراتب ارزش‌ها قرار می‌گیره از مسئله مثلا حجاب مهم‌تر. فرض کنید مثلا ربا رو در نظر بگیرید که مطابق آموزه‌هایی که کارشناسان اسلام میگن این موضوع بسیار بسیار درجه اهمیتش بیشتر است از مسئله حجاب. اما نظام اسلامی در ایران انقدر به مسئله ربا اهمیت نمیده به مسئله حجاب. اگر قرار بود که اینجا مسئله درک سنتی از اسلام و اون سلسله مراتب اسلامی وجود می‌داشت، البته باید برای ربا اهمیت بیشتری قائل بشه. اما برای حجاب اهمیت بیشتری قائل میشه به دلیل اینکه اون کمک میکنه به زن خودش به تحکیم قدرت سیاسی، برای اینکه کنترل بدن زنان در فضا نشان دهنده این است که تخطی از اونچه که حاکمان میخوان وجود نداره یا کمتر وجود داره، در حالی که اگر آزاد گذاشته باشه این مسئله تظاهرات و میزان آشکار شدن تخطی از حاکمان خیلی آشکار میشه و به این ترتیب قدرت سیاسی ممکنه به لرزه بیفته و خطر بیفته. بنابراین ملاحظات سیاسی و گسترش تحکیم قدرت سیاسی برای اعمال این نوع خشونت بر دیگران اهمیت بیشتری داره، در حالی که در خشونت نوع اول بیشتر در واقع همون درک سنتی است از گسترش دین خدا، تحکیم خدا، تحکیم ارزش‌های اسلامی و امثال اینها. به همین دلیل هم هست که در شکل دوم می‌بینیم که عملاً خشونت اسلامی میاد و در قالب قانون اجرا میشه که گویی برای همگان لازم اجراست. در واقع قانون اینجا کلمه‌اش مورد دستورد قرار می‌گیره، چون به هیچ وجه مفهوم قانون در جهان مدرن مشابه اون مفهومی که ما از احکام اسلامی داریم نیست. قانون مدرن چیز دیگری است، برای جامعه‌های دیگری است، به شیوه‌های دیگری اجرا میشه، به شیوه‌های دیگری تولید و اساساً میشه و به ترتیب با اون چیزی که تحت عنوان احکام اسلامی یا قوانین اسلامی گفته میشه بسیار متفاوته و شأن دیگری داره، هرچند که ممکنه همپوشانی‌هایی هم بین این دو وجود داشته باشه. به دلیل اینکه اینجا با مسئله قدرت سیاسی و با مسئله ایدئولوژی پیوند خورده، طبیعتاً شکل دیگری پیدا کرده و با شکل خشونت در نوع اولش متفاوته. همینطور وقتی گستره اجرای این خشونت یا اعمال این خشونت رو در نظر میگیریم، میبینیم که خشونت نوع اول عمدتاً در حوزه جامعه مدنی رو میده یا در میان جامعه مسلمانان رو، در اونجایی که این ارزش‌ها وجود داره یا دیگه پایبند هستن و مراعاتش میکنن و این ارزش‌ها ارزش‌های برتر و دست اول هست برای تصمیم گیری و رفتار آدم ها. اما در خشونت نوع دوم این گستره اجتماعی عام همه جامعه رو در بر میگه، هم از اینکه اونها مسلمان باشند یا نباشند، بخواهند یا نخواهند، دوست داشته باشند یا نداشته باشند، مؤمنان وفاداری باشند یا نباشند، عمل میکنند به اسلام یا نمیکنند، اون موضوع شخصی خودشونه. ولی وقتی قرار شد که این خشونت اعمال بشه، در مورد همه به یکسان در جای خودش اعمال خواهد شد. همینطور نحوه متقاعد سازی برای خشونت در این دو گروه متفاوته. در گروه اول نحوه متقاعد سازی در خشونت نوع اول نحوه متقاعد سازی مشتمل است بر توضیح و تحلیل و متقاعد سازی درونی و قبول اون به عنوان چیزی که من به عنوان مسلمان باید اجراش بکنم، در حالی که در قسمت دوم گاهی اوقات مبتنی است بر اجبار بیرونی. مثلا در شکل موجودش در نظام اسلامی در ایران اینکه ولی فقیه این بود یا قانون شد و از همگان خواستن که چی میشه بشه، اینجا دیگه که شما اینو قبول دارید از لحاظ اسلامی متقاعد شدید یا نشدید اهمیت درجه اولی نداره، مهم اینه که اگر متقاعد هم نشدید این باید اجرا بشه. در حالی که در قسمت اول عمدتاً متکی است بر متقاعد شدن در حتی همینجا توضیح بدم که دو نکته رو میخواستم طولانی کنم، مقدمه رو برهم که ازش عبور کردم، من اینجا ناچارم توضیح بدم برای که حدس میزنم ممکنه سوء تفاهم اینجا باشه. من اینجا دارم از لحاظ روش‌شناختی از تیپ‌های ایدئال وبری استفاده میکنم، بنابراین ممکنه که این موارد وقتی در عمل قرار است ناظر بشه به مصداق‌ها و موارد معین کاملا تطابق پیدا نکنه یا نوعی همپوشانی بین این دو نوع از خشونت وجود داشته باشه که ناگزیر. من فقط برای دادن بچه تحلیلی بهتر و برای اینکه مهمونه ابزار تحلیلی از این استفاده بکنیم دارم این تمایز رو قائل میشم، ولی خب میدونید که در زندگی واقعی همیشه این تمایز تحلیلی برقرار نیست و
و مرز واقعیت آشفته تر و در هم ریخته و پیچیده تر از این است که ما در مقام طبیعی اینها را اصلا باز میکنیم و جدا میکنیم. موقعیت مجریان هم در این دو نوع خشونت متفاوت هست. یعنی مجریان گروه اول عمدتا در قالب جامعه مدنی هم که گفتم این کار را انجام میدن، در حالی که در گروه دوم عمدتا در دولت و قدرت‌های دولتی خودشون رو جا دادن یا در قالب جنبش‌های سیاسی که قصدشون تسخیر ماشین دولت هست. این تفاوت هم خیلی مهمه برای اینکه در اندازه خشونت اونها هم تأثیر داره. مثلا فرض کنید داعش رو نگاه کنید که اندازه خشونتش خیلی متفاوته با اندازه خشونتی که ممکنه عده‌ای از شهروندان در افغانستان یا عراق یا در پاکستان بکنن یا در ایران. بسیار متفاوته، به دلیل اینکه شما وقتی به یک جنبش سیاسی تبدیل شدی و این جنبش مسلحانه بود یا در قدرت دولتی متمرکز شدید و اونجا رو به تسخیر گرفتید، اندازه خشونت ممکنه همه رو تحت تاثیر قرار بده. خشونت نوع اول عمدتاً از لحاظ منشأش زیر تاثیر رهبران مذهبی است، در حالی که خشونت نوع دوم عمدتاً زیر تاثیر رهبران مذهبی سیاسی است، به دلیل اینکه گفتم این شکل از مذهب یک تعریف مدرن و سیاسی شده است در جهانی که رقبای سیاسی وجود دارد و شما مجبوری دستور کار سیاسی داشته باشید. این نوع رهبران هستند که اهمیت پیدا می‌کنند و بزرگ می‌شوند. هم در جنبش‌های سیاسی مذهبی می‌تونید این رو ببینید، هم در جاهایی که این جنبش‌ها تبدیل شدن به دستگاه‌های دولتی. از لحاظ گروه‌بندی هم نکته مهمی اینجا وجود داره. خانم دکتر جهانبخش هم اشاره کردن به این موضوع. و اون که در خشونت نوع اول ما با گروه‌های روبرو هستیم که اینا در خود هستند. خود آگاه هستند نسبت به وجود خودشون به معنی هویت، در حالی که در گروه دوم ما با کسانی روبرو هستیم که از وجود خودشون آگاه هستند، خود آگاهی دارند، یعنی در خود نیستند، برای خود هستند و از این آگاهی و التفاتی که به وجود خودشون در قبال غیر یا دیگران دارند استفاده میکنن از این برای اینکه بتونن جذب هویت کنن، هویت خودشون رو تشکیل کنن و از این طریق بسیج کنن. در حالی که در گروه اول چنین اتفاقی نمی‌افتد. اونا گاهی اوقات حتی به وجود خودشون متفکر نیستن مگر اینکه با گروه‌های دیگری برخورد کنن که اتفاقاً به دلیل جهانی شدن این اتفاق به مرور افتاده و این نزد عملاً راه رو برای اون نوع از بنیادگرایی که این نوع هویت سازی اجازه میده باز کرد. از لحاظ رفتاری هم وقتی نگاه میکنید ببینید اون نوع هویت بخشی ضعیف در خودی که خشونت نوع اول رو اجرا میکنن وجود داره، عملا باعث شده که رفتار اونها خصلت منفعلانه داشته باشه، خصلت مدافع گرانه داشته باشه، در حالی که در گروه دوم ما نوعی خصلت مهاجم و فاعلانه میبینیم همونطور که گفته شد در صحبت های قبل. ختمش معمول اینها هم داره. یعنی گروهی که معمولا خشونت نوع اول رو اعمال میکنن عموما بهبودخواه هستن، به دنبال این هستن که برای اجرای اونچه که اسلام یا فرامین خداوند یا خواستهای خداوند علمداد میشه وضعیت بهتری فراهم بشه، اونها بیشتر اجرا بشه، همونطور گفتم تحکیم میشه به خواست خداوند، در حالی که گروه دوم بیشتر از اینکه بهبودخواه آرام و تدریجی باشن انقلابگران اجتماعی هستن، چیزها رو میخوان از بنیاد و از بیخ بکنن، جاش رو بدن به چیز دیگری که اساسا متفاوته، میخوان در واقع طرح نوعی در بیاندازن و اساس نظم موجود رو منکر بشن و زیرش رو بکشن. جهتگیریاشون هم متفاوت هست. یعنی گروه اول یا اون نوع خشونتی که گروه اول مرتکب میشن عمدتا ناظر است به گذشته، ناظر است به اون سنت و میراثی که بهشون رسیده، در حالی که در گروه دوم نوعی آینده‌گرایی رو می‌بینن برای ساختن چیزی که نویدش رو در آینده می‌بینن، جامعه بهتری که مطابق است با تراز جامعه‌های اسلامی در گذشته یا تصور از اون جامعه‌ها سازگار، در حالی که در گروه اول فقط یک تصویری وجود داره از گذشته و تلاش برای موندن در اون تصویر به عنوان وفاداری به سنت، وفاداری به میراث، وفاداری به اون چیزی که من رسیده یا من اساساً بدونه که بدونم بهش وفادار هستم چون اصلا در مرحله خود آگاهی قرار نمیده. روند این دو را هم وقتی روبرو میشیم باش میبینیم دو روند متفاوت. یعنی خشونت نوع اول
عمدتاً رو به افوله، عمدتاً رو به افوله. اما خشونت نوع اول، نوع دوم، خشونت رو به گسترش و افزایش. به همین ترتیب میشه گفتش که با دو نوع خشونت اینطوری وقتی رو به هستیم، به دو نوع نگرش و دو نوع به اصطلاح اقدام یا دو نوع استراتژی برای برخورد اونها مواجه هستیم. من تلاش کردم در این فقرات تفاوت نوع خشونت اول رو با خشونت نوع دوم مشخص کنم. بخشی از اون فعالیت اوراق‌سازی و جدا کردن این اجزای مفهوم خشونت اسلامی و برای اینکه مشخص کنیم که با هر کدوم اینا چگونه میشه برخورد. البته مطمئنم که مجال وقت من اجازه نمیده که کاملا به این موضوع بپردازم، ولی امیدوارم لااقل در پرسش و پاسخ راجع به این موضوع بتونم حرف بزنم. ولی قبل از اینکه به مرحله عمل برسیم و ببینیم که چه استراتژی های محتملی ممکنه برای مبارزه با این خشونت در ذهن و ضمیر ما بچرخه، بعد نیست به دو سه سوال و دو سه تا مسئله زمینه‌ای برای فکر کردن به استراتژی ها پاسخ بدیم. سوال اول این است که آیا رفع خشونت نوع اول منجر به رفع خشونت نوع دوم خواهد شد؟ یعنی اگر ما اون نوع از خشونت سنتی رو که در احکام اسلامی جاری هست به نحوی از آنها بتونیم باش مبارزه بکنیم، آیا خشونت نوع دوم رخ برخواهد بست؟ بگمان من با توضیح خواهم. آیا رفع خشونت نوع دوم یعنی نوع خشونت بنیادگرایانه سیاسی مدرن گروه های اسلامی و جامعه های اسلامی، آیا با نفی این خشونت نوع اول هم رخ برخواهد بست؟ باز هم بگمان من پاسخ منفی است. و اگر این پاسخ منفی باشه، این سوال هم پیش میاد که آیا اینا منشأ مشترکی دارن که با رفع یکیشون اون دیگه رفع نمیشه؟ که به نظر من پاسخ مثبته. من به سه نکته از منشأ‌های مشترک اینها اشاره میکنم. منشأ مشترکی که این نوع خشونت اسلامی رو باعث و بانیش هست. اولیش مسئله متون اسلامی است. این متون من جمله خود متن مقدس این قرآن خب سراسر است از رهنمودهای خشن و بسیار خشن و بنابراین یک منشأ اساسی و اولیه خود متون اسلامی هستند. این متون مروج خشونت هستند، خوب یا بد. نکته دوم تاریخ صدر اسلام. این تاریخ مشهور است از رفتارهای خشونتبار مسلمان. همطوری گفتم اینجا دوباره مسئله این نیست که بگیم خب اون دوره دورای خشونت بوده، قبیله ها اینطوری بودن، جامعه ها بدلی بودن، اون خشونت خیلی خشونتی هم نبوده، همه اون کارا رو میکردن، تازه اسلام اومده تعدیلش کرده. اینا جواب مسئله خشونت اسلامی امروز ما نیست. ممکنه همه اون حرفا هم درست باشه، اما ما فعلا با خشونتی به نام خشونت اسلامی با همون موجهاتی که گفتم روبرو هستیم که این خشونت بخشی از اتکای خودشون به اون تاریخ داره، به اون تاریخ صدر اسلام خشونتبار خودشون متکی میکنه و بهش تکیه میده. و مسئله دیگه سنت اسلامی است. این سنت اسلامی چه در قالب علوم اسلامی چه در قالب تاریخ جدیدتر اسلامی باعث شده که این خشونت کماکان ادامه پیدا کنه. این سه منشأ مشترک برای هر دوی این نوع خشونت ها صادق هست، یعنی چه کسانی که به نحو سنتی از اسلام درکی دارن و خشونت رو در قالب مدنی به عنوان یک گروه در غیر در خود اجرا میکنن و چه کسانی که نوعی التفات آگاهی به وجود خودشون به عنوان یک هویت در قبال هویت های تهدید کننده مدرن سکولار اجرا میکنن، هر دو صادق هست و هر دو از این منشأ استفاده میکنن با تفسیرهای متفاوت. اما برای اینکه با این فکر خشونت اسلامی با اجرای خشونت اسلامی بشه مقابله کرد و فکر براش کرد، چیزی که همه رو آزار میده این جلوه بسیار از خود مسلمانان رو از اینکه این خشونت ها به نام اونها اجرا میشه و اونها هم در مزان و در مزیده هستن از جهات مختلف. بنابراین از این بابت مهمه که بدونیم چیکار میشه کرد با این موضوع. موضوعی که ممکنه عده زیادی از ما رنج بده یا دست کم برای اونایی که فکر میکنن این موضوع رنجشون میده اهمیت داره. برای اینکه وارد اون مرحله بشیم به نظر من صحنه عمل هم خیلی مهمه. یعنی تو چه صحنه ما قرار است با این موضوع مواجه بشیم. بخشی از این صحنه عمل در اختیار ما نیست، همه جهان درش نقش داره و برای اینکه این مسئله رو از دید جهانی باش روبرو بشیم و براش فکر بکنیم وقت لازمه که این نقشه رو خیلی خوب جلو چشممون داشته باشیم.
اولی مسئله هویت سازیه، یعنی این تهاجم مدرن استعماری و پسا استعماری به جهان سوم که بخشش جهان اسلامی هست، عملا نوعی هویت سازی های واکنشی و مدافع گرانه ابتدایی و بعد مهاجمانه امروزی رو ایجاد کرد. مادامی که اون شیوه تهاجم استعماری و پسا استعماری و امپریالیستی و ابرقدرتانه وجود داره، این نوع از هویت سازی هم کماکان خوراک مطلوب داره. وقتی مثلا کشوری مثل آمریکا حمله میکنه به یک کشور اسلامی، طبیعی است که هویت سازی مدرن دینی علیه این نوع از مداخله آمریکایی صورت. تا اسرائیلی وجود داره و به این شیوه با دیگران برخورد میکنه، طبیعی است که این نوع از هویت سازی ضد یهودی یا ضد اسرائیلی هم رشد میکنه و وجود پیدا میکنه و موجب بسیج میشه. بنابراین تا این نوع از نقشه عمل وجود داره، عملا ما با خشونت اسلامی به ویژه خشونت نوع دوم روبرو خواهیم. مسئله دیگه مسئله جهانی شدن است. مقصود این نیست که جهانی شدن رو بیم حل بکنیم. میخوام بگم که ما در چه صحنه از آرایش نیروها، آرایش موقعیت‌ها با این موضوع رو هستیم. این مسئله جهانی شدن باعث شده که عملا بنیادگرایی بتونه از سنتگرایی نیرو بگیره. به این دلیل که این امکان پیش آمد که گروه‌های بیشتر از مسلمانان از در خود بودن بیرون بیان و برن به سراغ هویت‌های آگاهانه جدید برای خود و غیرسازی و دیگرسازی و دشمنسازی. به دلیل اینکه این جهانی شدن به شما امکان داده که مفهوم این هویت‌هایی رو در جاهای دیگه ببینید. اگر من تا 30 سال پیش ممکن بود ندونم که در فیلیپین یه عده‌ای هستن که اسمشون جنبش زورو هست و اینا مثلا دارن چه کار میکنن علیه نظم غیر اسلامی، امروزه تقیل تو در یه نقطه از جهان میخوره، من باخبر میشم و این عملا در ذهن و حاضمه فرهنگی و مصرف فرهنگی من هم جا میگیره و عملا تبدیل میشه به عناصر هویت ساز آینده من. بنابراین جهانی شدن واقعا نقش داشته در رشد این نوع جنبش ها از طریق ایجاد این هویت سازی های متکی بر غیریت سازی شدید و مهاجمانی. به علاوه ساخت سیاسی روابط بین الملل هم نقش مهمی داره. تا این ساخت دموکراتیزه نشه و همه ملت ها مادامی که این نظم دولت ملت برقرار هست احساس نکنن سهمی کم و بیش به یک اندازه دارن و این ناعادلانه بودن ساخت روابط بین الملل و توزیع منافع بین المللی رو احساس نکنن، احساس بکنن، این مسئله به راحتی حل نمیشه، چون اینا سوخت و خوراک بسیار جدی است برای اون نوع هویت سازی است که بر مبنای توزیع ناعادلانه بودن جهان و ضرورت به هم ریختن این نظم عادلانه به وجود میاد. به این ترتیب اون خودش یک منشأ بسیار مهمی است و ما میدونیم که در چه وضعیتی زندگی می‌کنیم. یه نمونهش نابرابری جهانی است. خب اغلب آمارا نشون میده که این نابرابری جهانی رو به کاهش گذاشته در مقیاس ملت‌ها. اما در این حال اون پدیده جهانی شدن از طریق تصویری که از این ناعادلانه بودن داده و برجسته کرده این قطب‌های دارا و ندارا عملا باعث شده که ما احساس نابرابری بیشتری داشته باشیم. یعنی گذشته از اینکه، یعنی صرف نظر از اینکه از لحاظ عینی ممکنه نابرابری کاهش پیدا کرده باشه، اما احساس ما از نابرابری ممکنه افزایش پیدا کرده باشه و این اتفاقا به مدد جهانی شدن خیلی کمک کرده به ایجاد اون هویت‌ها. موضوعات دیگه هم هست مثل سکولاریسم نابردبار و مهاجمی که وجود داره. این سکولاریسم نابردبار و مهاجم عملا خوراک بسیار بسیار مطلوبی برای بنیادگرایی و نوع دومشون فراهم کرده و نمونهاش رو بسیار می‌بینید و نمونهای اخیرش مثلا همین کاریکاتورهایی بود که در شارلی ابدو کشیده شد یا در تاریک کاریکاتوریستای دانمارکی کردن. اینا خوراکای بسیار عالی هستش. ممکنه قصد اونها مبارزه با دین و یا اسلام و چیزهای دیگری باشه، ولی پیامد عملشون اتفاقا تقویت اون چیزی که باید قرار باشه مبارزه میکنن و اگر صداقتی در مبارزه با اون چیزی که ما فکر میکنیم درسته وجود داره، اتفاقا نباید کاری میکنه که پیامدش تقویت اون چیز باشه. و این اتفاقی است که در اینجا از طریق سکولاریسم نابردبار و مهاجم رخ میده. و در نهایت وجود بنیادگرایی‌های غیر اسلامی هست که بهش اشاره شد که اونها عملاً رقیبی میشن.
باشند برای اینکه عمل بنیادگرایی اسلامی رو که اون نوع خشونت دوم رو نمایندگی میکنن رو تشدید بکنن، افزایش بدن. اگر اجازه بدید من در همین جا مطلب رو خاتمه بدم با توجه به اندازه وقتی که در اختیار من هست و فقط اشاره بکنم که اگر کل این مسئله روی هم در نظر بگیرید، آدم احساس میکنه که همون وضعیتی که مثلا امروز جمهوری اسلامی در مبارزه با آمریکا در صحنه یک جنگ احتمالی به دنبالش هست، در صحنه نبرد این نوع خشونت به ویژه خشونت نوع دوم با دشمنانش وجود داره. مثلا در جمهوری اسلامی تصور این هستش که ما در برابر قدرت نظامی آمریکا قادر به مقابله مستقیم نیستیم، بنابراین باید به سراغ جنگ نامتقارن بریم، جنگی که ما به اندازه اونها اسلحه نداریم، در اون جاهایی که اونها میتونن حضور داشته باشن حضور نداریم، ما باید میدان نبرد و شیوه دیگری رو در پیش بگیریم، چون در جنگ متقارن بازنده هستیم، باید بریم به سمت جنگ نامتقارن. این اتفاق در مورد خشونت نوع دوم به شدت رخ داده. یعنی اونها در واقع به دنبال یک جنگ نامتقارن هستند. میدونن که در جنگ متقارن بازنده هستند. میدونن که در جنگ متقارن نمیتونن آدمهای امروزی رو متقاعد کنن که این نوع خشونتی که در اسلام گفته میشه خشونت لازم و ضروری و درستی هست. میدونن که این درستی رو نمیتونن پیش ببرن. بنابراین اینجاست که نوعی اجبار و تحمیل لازم هست. و چون اندازه این اجبار و تحمیل به اندازه اجبار و تحمیل مخالفانشون نیست، ناچارم به شیوه غیر متقارن با دیگران برخورد کنن. برای همین هم است که شما کاریکاتور میکشید ولی اون اسلحه به روی شما میکشید، چون این جنگ نامتقارن، اون نمیتونه بره کاریکاتور بکشه، چون کاریکاتورش اینقدر مورد توجه قرار نمیگیره که کاریکاتور شما. این جنگ اگه بخواد به شیوه متقارن صورت بگیره بازندش اونها هست. به همین دلیل هم است که شما میبینید که مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی تمام وسایل ارتباط جمعی در اختیار این نظام هست، ولی نمیتونه منبعیات خودش رو پیش ببره، چون محتوایی که تولید میکنه محتوایی نیست که مردم میخوان. روحانیت پیش از انقلاب میگفت اگر آموزش و پرورش و دستگاه تبلیغاتی رو میدادن ما چیزی نمیخوایم، ولی نه تنها همه اینها در اختیارش، قدرت سیاسی و مادی زیادی هم در اختیارش هست. مسئله محتوایی است که تولید میکنه. اون محتوا من جمله این محتوای خشونت آمیز اسلامی چیزی نیست که مردم پذیرش باشن، بلکه اون میدون باخت این ماست. به همین دلیل هم به جنگ نامتقارن پناه میبره. بنابراین میدون این نبرد جنگ متقارن خشونت نوع دوم هست، عمدتاً با سایر کسانی که جزء این خشونت نیستن، هم از اینکه رقباش باشن یا دشمنانش یا کسانی که موضوع این خشونت هست.